رستوران ایرانی. ببخشید شما اسم شریفتون؟ من شاپور هستم. آقا شاپور عزیز 23 سال هستن که این رستوران رو دارن اداره میکنن. البته من صاحب اینجا هستم، کارم چیزی دیگه، ولیکن اینجا هم هستم. به حال اینجا برای شما هست. برای من هست. توی سئول. خیلی جالبه. اگر توضیح بدیم من ممنون میشم. خب دیگه این رستوران 5 طبقه است. بعد 200 سیته. بعد اینجا دو تا آشپزخونه داره، یا آشپزخونه فقط غذای ایرانی آشپزای ایرانی میزنن، یا آشپزخونه هم غذای هندی آشپزای هندی، چون کره‌ای ها غذای تون زیاد دوست دارن اینجا. جالبه. بعد دیگه هر کس اومد اینجا دیگه بی‌نصیب نمیذاریمش دیگه، یا غذای ایرانی یا هندی هر چی دوست داشت بهش میدن. عالی. بعد این وسط آسانسور هست که غذاها بالا پایین میشه. آها، مثلا آشپزخونه بالا غذای هندی درست می‌کنه، آشپزخونه پایین مکتب کامپیوتر می‌زنیم، اونجا غذا رو درست می‌کنم با آسانسور می‌فرستم بالا واسه شما. درست. یعنی شما ما هر کدوم از این طبقه‌ها باشیم می‌تونیم هر غذایی که دوست داشتید سفارش بدید، غذا وسط آسانسوره براتون غذاتون میاد. عالیه. من می‌تونم بپرسم چطور شد کره جنوبی؟ خیلی جالبه. سرگذشت میرسه آدم. بفرمایید میدارم از راه دور اومدید گرسنتون هم هست. آره حالا باید توضیح بدم علت این که من دنبال رستوران ایرانی میگشتم باید توضیح بدم. من یه ویدیو بگیرم باید حتما توضیح میدم. خیلی جالب بود واقعا، کلی عکسای قدیمی ایرانی و یه آقای خونگرم و موسیقی ایرانی و عالی. من لابلای این کوچه پس کوچه های سئول متوجه شدم که یه رستوران ایرانی اینجا هست. اومدم سر زدم یه رستوران 5 طبقه که غذاهای ایرانی و عربی و هندی سرو میکنه. صاحب رستوران یه آقای شیرازی باحال که عکسش هم اینجا برای مقداری معلوم هست، به نام آقای شاپور عزیز. ما اومدیم و یه غذای خوردیم و یه ذره صحبت کردیم و از زندگیشون توی کره که تقریبا 30 سال هست اینجا هستن برامو گفتن و ما هم حسابی از معاشرت با ایشون لذت بردیم.